سلام 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 به شما دوستان عزیزم، حالتون چطوره؟ خوب هستید؟ پر انرژی هستید؟ بچه ها بریم ادامه این رو انجام بدیم. قبل از اینکه این رو انجام بدیم چند تا نکته بهتون بگم. این خودکاره رو، حالا خودکار رو که دارید مواظب باشید اینجوری نذاریدش، یعنی نوکش بالا باشه، اینجا میریزه. من الان نگاه کن دستم قرمز شده، جوهر پس داده و خیلی از خودکارم جوهری شده. خب میخوام بهتون بگم که میخوام مشکیم استفاده کنم داخل این، یه خورده ابروش و این قسمت عنبی و مردمکش رو مشکی کنیم که جذاب تر بشه. حالا بریم با همین بالاها رو انجام بدیم، یه خورده ابروش رو بزنیم. از کجا شروع کنیم؟ این جاهای خورده پررنگتر، از همین جاها شروع میکنم. این جاها از توی ابروه اینجوری دستم رو فرستم به سمت بیرون. این دوتا به هم وصل میشن. قسمت ها میزنم آهسته، میبینید الان جوهر پس داده، تمیزش میکنم. قسمت آخر هم از همین پایینه دستم رو میبرم بالا، خطوط دو سر نازک میزنیم اینجا. تو ابرو هم برید، حتما باید تو ابرو برید. میفرستم به سمت داخل که یه خورده اینجاها رنگ بگیره به خودش، خیلی کم رنگ شده. بعد اون قسمت ها رو میام خورده پر رنگ تر میکنم، مثل این قسمت ها باید پر رنگ تر بشه دیگه. از همین پایینت میبینید
به این صورت. همینجور پر رنگ ترش میکنم. این پایینه هم یه خورده این پر رنگی رو میارم جلوتر. یک کاغذ بذارم زیر دستم این پایینه کثیف نشه. یه جورایی به هم وصل میشه. میاد بالا روشن میشه. دوباره اینجا با ظرافت قشنگ این هزیمه بیرون بیاد. بچه حتما تو کار نقاشی که رفتید ورزش گردن رو هم انجام بدید که خیلی مهمه. اینجا هم یه خورده چین و چروک اومده این بر درستش میکنم. اینجا هم آشوری خورده بزنیمش اضافه بشه. نه از این قسمت اینجا هم میتونیم اضافه کنیم. حالا اینجا ابروها رو باید بیاریم پایین تر یادتون نره اینقدر فاصله نداره. اینجا خیلی مهم هست خود اینو من باید بیارم جلوتر کشیدگی چشم مشخص بشه. این هم میاد جلوتر و اینا رو هم میارم ذره ذره به سمت پایین. میتونیم خط صاف هم بزنیم.
این قسمت بچه ها میاد برای بینی، یعنی این قسمت استخون بینیش هست. خیلی دقت کنید که تأثیر داره تو گودی این قسمت، فرو رفتگی این قسمت. یه خورده اینو میارم بالاتر، اینجاها باشه بهتره. اصلا ترسی نداشته باشید بچه ها که بگید آره الان کارم خراب میشه. نه، ترس رو بذارید کنار، خراب شد یکی دیگه. اینجا هم کوچیک میشه دیگه. حالا این قسمت رو باید تیرگیش رو افزایش بدیم که خورده درجه رنگش بره بالاتر و یه حجمی بگیره. اینجا هم یه هاشور کوچولوی میزنم آخه که اینجا برداشت. اطراف این قطره هم میزنیم. این از این میچرخونمش یه خورده. از همین قسمته که یه خورده پررنگی زیادی داره شروع میکنم. هنوز باید پررنگ تر بشه. نترسید، اینجاها قرمزیشو زیادتر کنید جذابتر میشه. وقتی کنتراست کار بره بالاتر طبیعی تر میشه. شما میتونید از خودکار لکسی 5 استفاده کنید، همون نوشته N5، یه قطر 0.7 میلیمتر خودکاری که بود، یه جوهر پس نده. خودکار بیک هم میتونید استفاده کنید، هیچ اشکالی نداره. اینجا هم که
قسمته. خب این قسمته با هم وصل میشه، یه جورایی به هم وصل میشن این دوتا. اینجا یه جوری خطی به سمت بالا میبرم دستم و اینجاها به سمت پایین. اینجا هم باید پررنگ تر بشه دیگه. خب تا همینجا خوب هست، بقیهش رو میذارم برای ویدیو بعدی. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.